اگر بخوایم حرکت درستی داشته باشیم، چه در نظام دنیایی و چه در نظام آخرتی، چه برای خودمون چه برای اطرافیانمون، این دوتا عنصر رو بهش احتیاج داریم. در عنصر فردی گفتیم ما به شادی و آرامش احتیاج داریم، و در نظام ارتباطی هم باید یک چیز ما همیشه اضافه بشه بهمون. اگر کسی قرار باشه که رشد بکنه، باید هم حجم شادی آرامشش تو زندگی زیاد بشه. اگر یه جا شادی زیاد نشد یا آرامش زیاد نشد، حتما یه جا یه اختلالی وجود داره که باید اون اختلال رو برطرف کنن. چون سیستمی که خدا خلق کرده یه سیستمی است که به طور طبیعی مثل بدن که رشد میکنه روز به روز قوی تر میشه، تو ساختار روحی هم باید همینجوری اتفاق بیفته. یعنی انسان روز به روز شاد باشه و آرامش داشته باشه. اگه یه نفر تو زندگیش اینو نداره، حتما یه جا داره تخلف صورت میگیره، یا تخلف فکری هست، مشکل تو روح ظاهر میشه، اما ریشه جسمی هستش، یعنی مشکل روانتنی داره. چون جسم بخشی از روح جدا نیست، یعنی ما یه جسم و یه روح چه نداریم. روح شما الان توی بدنتونه یا بیرون بدنتونه؟ روح نه تو بدنه نه بیرون بدنه. نفس توی بدن نیست، چون نفس اساسا مجرده، توی یه چیز مادی جا نمیشه. روحش رو هم توی جای مادی حذف کنیم نمیشه. بیرون بدنمون هم نیست، چون وقتی بیرون باشه ما در واقع از بیرون داریم به خودمون چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم دیگه. من یکی همون بدنم چیه؟ یکی دیگه است. ما احساس دوتا بودن هیچ وقت بهمون دست نمیده. پس یه رابطه خیلی زیبایی بین این جسم و روح وجود داره. اصلا علمیش بهش میگن تعلق، تعلق به هم دیگه دارن. و خود جسم یه مرتبه از خود روح ماست که ظهور چی داره؟ ظهور مادی داره. برای همین هم شما وقتی که به جسمت فشار میاد، به روحت هم چیه؟ فشار میاد. و وقتی به روح فشار بیاد، روی جسم هم چیه؟ اثر داره. چون جسم بخش مرتبه نازله روح ماست و نفس ماست. تعامل دارم با هم، تأثیر و تأثیر متقابل دارم با هم دیگه.